خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بازتاب اعتراضات در حوادث فرانسه خواهیم گفت تا سخنان حسن روحانی در سمنان و آنچه را که مطبوعات ننوشتند. و در ادامه برنامه محدودیت یا ترس از خطر کردن، خلاقیت می‌خواهد یا جنسیت؟ پاسخ به سوالات شما درباره ویژه برنامه‌های صدزن. سلام آقای بهنود، هفته‌ای که گذشت مثل همیشه پرخبر بود، از جمله اینکه حرفای آقای روحانی در سمنان که گفتن که دانشگاه‌های ایران آزادترین دانشگاه‌های دنیا هستند. این حرفا در حالی زدن که همین چند وقت پیش مناظره آقای زیبا کلام و زیدآبادی در دانشگاه اگه شما نکنم صنعتی شریف کنسل شد و سخنرانی‌های دیگه‌ای هم بوده که کنسل شده. بله، اصولا وقتی که مدیران کشور از صفت تفصیلی یا عالی استفاده میکنه همیشه مسئله سازه. چه موقعی که آقای احمدی‌نژاد میگفتش که آزادترین کشور جهان، یا مثلا ما فلان چیزی نداریم، اصلا اولین در دنیا هستیم، اینا همه حرفاییست که ظاهرا فقط برای کسایی گفته میشه که پیش پیش هم به چنین حرفایی باور دارن. قصد اقناع کلی وجود نداره، وگرنه خب واقعا نمیشه اینو گفت. شاید بشه گفت یه ذره حال و هوا نسبت به چند سال پیش در دانشگاه ها بهتره، به هر حال یه ذره حرف زده میشه، ولی حالا آزادترین که، به خصوص که آقای روحانی بالاخره توی دانشگاهی توی خارج از کشور بوده اند، میدونند که به حال زن آزادی راحتی دانشجو بر حرف زدن چقدر. بله، منم تعجب کردم. خب میخوایم شروع کنیم با روزنامه جوان و تیتری که زده در مورد گسترش اعتراضات به قلب اروپا. بله، این جوان مدتی است که در صفحه اول ابتکاراتی به کار میبره و اینا. خب اینا اتفاقای خوبیه، ولی حالا من قصد بسیار خردگیریه به اون معنی ندارم، ولی یه زور رو در آخرین لحظه اونجا ابرو باز کردن، اضافه کردن، یعنی پول زور بدهید استارت بزنید. داره اشاره میکنه به اینکه طرح جدیدی در حال تجربه است که کسایی که وارد شهر میشن یا از اتوبان ها عبور میکنن یا هر چیز دیگه، به جای این سیستمی که برقراره، اونها به میزان سفری که انجام میدن یا میزانی که چرخشون روی جاده حرکت میکنه، انتقادش به این طرحهای زوج و فرد که میگن اصلا جواب نداده برای آلودگی ترافیک و قراره که مثل که میگه که حالا این سیستمه میاد جای اون، ولی این سیستم هم به نظرشون اشکال داره. اولا برای گفتن این که این سیستم اشکال داره به نظر میرسه باید یه ذره صبر آدم بکنه که این جواب بده. بالاخره یه دی رفتن یه تنظیماتی کردن و اینا. این به نظر بی مقدمه شروع کردن مخالفت کردن، به نظر میرسه یه موجی است که قاعدتاً باید شهرداری تهران رو در بر بگیره. به نظرم میرسه این موج سراسری نشریات مخالف دولت شده است. بله، بریم روزنامه بعدی، روزنامه ایران رو هم ببینیم. خب دو یه موضوع مهمه این مسئله مجمع تشخیص مسئلت به دو دلیل. یکی به دلیل همین که تیترش میبینین آقای لاریجانی گفت، به خصوص مجمع تشخیص مسئلت الان سر و سامانی هم به اون معنی نداره. به هر حال درست است که نقش رئیس در یه جایی مثل مجمع عملا نقش تشریفاتی است، ولی نمیشه فراموش کرد که به هر حال وقتی اون آدمه میشه هاشمی رفسنجانی بحث دیگه ای پیدا میکنه. بله. و بنابراین وقتی اون نیستش، الان اگر که دقیق بشیم تو مسئله، شورای نگهبان هم ستونش رو، یعنی آقای جنتی رو، عملا از دست داده است و عملا در شورای نگهبان آقای کدخدایی رو در مجمع تشخیص مسئلات آقای رضایی رو، اینها رو داریم میبینیم جلوی صحنه و بنابراین دیگه حالا انتقادا رو میشه کرد. این نوشته یادداشت آقای عبدی هم یادداشت جالبی بود. هر دم از این باغ بری میرسد که انتقادشون اتفاقا یکی از اون انتقادها، حالا جدای از داستان
کانال های تلگرامی یا گروه های تلگرامی که گفته شده ممنوعه و اینا که خیلی انتقاد میکنن در مورد وضعیت دانشگاه هاست. و نکته جالبی که میگن اتفاقا اینه که در دانشگاه ها اندیشه های کسانی تدریس میشه که هیچ نسبتی با ایران ندارن، اصولا نسبتی با انقلاب هم ندارن و سالها و قرنها پیش از انقلاب میزیستن و به وضعیت دانشگاه ها به شدت توی این یادداشت انتقاد میکنن. تو روزهای گذشته روزنامه های دیگه ای هم بودن که در مورد همین داستان دانشگاه ها و اینکه چقدر این جنبش های دانشجویی در سالهای گذشته باشون برخورد شده، تقریبا دیگه صدایی از دانشگاه ها در نمیاد. بلکه بخاطر که 16 آذر بود دیگه. بله. خب بریم روزنامه بهار رو هم ببینیم. بهار مدتی است که خب بهار به معنی قبلی نیست. یادم اگه معنی قبلی مونده بود نمیتونست صدای پیدا کنه. به حال تیتری که شده داده به انتقاد آقای عارف از برخورد امنیتی با کارگران، این اهمیتش به خاطر این است که اصولا تظاهرات جزء اون ننوشته هایی که اول برنامه عرض کردم، یکیش هم غیر از مثلا تظاهرات نیشکر کارگران اینا، مثلا دانشجوها اصولا اعتراض هایی که در این هفته ها هست و خبرش از طریق شبکه های اجتماعی منعکس می شود، اینها در روزنامه ها نیست و وقتی که نیستش، بنابراین این خوب مهمه که بهار اینو تیت کرده که آقای عارف مخالفت کرده. این کنارم مقاله سرمقاله رو میبینین، آثار کیانی که درباره معلولین نوشته است و این که در روز جهانی معلولین بوده و کمبودهای شهر رو واقعا هم وقتی که باشون صحبت میشه که رادیو تلویزیون خود ایران هم برنامه‌ای داشت که منعکس میکرد، انقدر کم است این رامپ‌هایی که اینجا دیگه در همه جای دنیا اجباری شده برای ساختمان‌ها، برای اینکه بتونن اونها با ویلچر خودشون از روش عبورشن، یا پل‌هایی که باید پیاده رو صاف بکنه و مانع درست نکنه، یه پله وسط پیاده رو پیدا شه معلوم نیست باید اونها چطوری رفت. یه نکته هم که خانم کیانی اشاره نکردن، همین اتفاقا تجمع تعدادی از معلولان بود جلوی سازمان برنامه بودجه در اعتراض به اینکه قانونی تصویب شده برای حمایت از معلولان و در بودجه امسال اصلا بودجه براش در نظر گرفته نشده. بریم روزنامه شرق رو هم ببینیم. ببینید شرق هم با خبرهای پراکنده دره سر میکنه، ولی در این حال نگذریم از مقاله‌ای که شیما بهرمند نوشته. من بخوام خیلی خلاصه کنم، ستون مقاله به گفته ایست از آقای زیبا کلام که تکرار همون حرفی است که بعد از قطرهای زنجیره‌ای آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گفت و اشاره کرد به اینکه مختاری پوینده چهره‌های آشنایی نبودن، چرا کسی باید اینا رو می‌کشته، که البته معلوم شدش که برای اون کسایی که باید آشنا باشن آشنا بودند، که همون به اصطلاح گروه خود سر هر کی. حالا این رو چون آقای زیبا کلام گفته است، بنابراین خانم بهرمند رفته توجهش داده به اونجا، یعنی اون هدف گرفته، بعد مثال میزنه که این ناشناخته بودن چیه، چجوری آدم شناخته میشه، بعد بیوگرافی خود آقای زیبا کلام رو میذاره وسط و نشون میده که آقای زیبا کلام خودش هم یه مدتی مثلا چپ بودند، یه مدتی تونتر از الان بودند، تناقضاتی که در واقع حالا هر کسی میتونه داشته باشه، بچه کشو داشته میگه. بعد حالا ما کدوم یکی از این آقای زیبا کلام ها رو بگیم که شناخته شده هستند یا نیستن؟ به حال اعتراضش و به نظر میرسه اعتراض بی جایی هم نیست، این است که آقای زیبا کلام میپرسه که چرا مثلا منو نکشتن، در حالی که من همون موقع مقالات انتقادی می نوشتم و احیانا از این دو نفر آدم هم شناخته تر بودم. خب بریم روزنامه آخر رسالت رو هم ببینیم. خب این که گفتم که اصولگراها خلاصه حرکت خودشون شروع کردن، ببینید رسالت مدت ها بود، تقریبا از میانه دولت آقای احمدی نژاد رسالت نبود تو صحنه سیاسی فعال، یعنی اکتفا میکرد به یک دو تا از عکس مراجع روحانی و اینها و سرمقاله آقای انبالوی که بیشتر راجع به حسابداری و اینها هم میومد تو اومده بود یواش یواش توی چیز و هم خودشون هم گویا اخویشون به هر حال. اما این صفحه که شما دارید می‌بینید اینطوری نیست. اولا خبر از یک ائتلافی میده که این ائتلاف قبلا وجود نداشت. آقای قالیباف قبلا اینطوری نبودش که در کروان صحبت کنه بیاد بشه تیتری که روزنامه رسالت، ولی آمده است. این پایین آقای اسماعیلی به عنوان مدرس استاد دانشگاه
به دولت میگه دولت میخواست با چماق برجام مخالفین رو سر جای خود بنشوند. به نظر میرسه که یه چیز حدود 3 سال عقب این حرف، چون در اوج ماجرای برجام بود که کیهان مدام اینو نوشت. سرمقاله آقای انبارلویی هم سرمقاله تندیه، پروژه جدید اصلاحات بسیار تنده. یعنی ایشون یک نکته از سعید حجاریان رو که اشاره کرده بود به نافرمانی و اینا و حرفای ترمهایی که در مورد ابراز مخالفت وجود داره اون رو گرفته و باز کرده و بعد آخر سر لحن تندی به خودش گرفته. میگه یکی نیست به حجاریان بگوید بابا تجربه فتنه 88 برای شما کم نبود؟ شما در دادگاه اون روزا چی گفتین؟ فراموش کردین؟ یعنی دورم میتونی برین زندان. باز فیلتان یاد هندوستان افتاده از همه اینا با علامت های تعجب. این واژگان چیست که لغلغه زبان دهان شماست؟ فشار از پایین، نافرمانی مدنی، تجمع سلولی و اونها که این تخم لغ را در اندیشه سیاسی شما کاشتن الان در پاریس دارن طوفان درو میکنند. شما جوجه آنها هم نیستید. پس چرا در قد و قواره باز تولید آشوب و بحران ظاهر میشوید؟ به هر حال یه دوره جدیدی از فعالیت رسالت و هیئت مؤتلفه ظاهرا شده، با مؤتلفین جدید شروع شده که از این روزنامه میشه فهمید که به دوره فعال جدیدی است. ممنون آقای بهنود. برمیگردیم اما در روزهای گذشته فصل تازه صدزن در بی بی سی فارسی بار دیگر نگاهی کرد به مشکلاتی که زنان با اون دست و پنجه نرم می‌کنن و بازگویی تجربیات زنان موفق در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی. تا لحظاتی دیگر آنایتا شمس تهیه کننده این مجموعه برنامه اینجا با منه تا به سوالات شما پاسخ بده. سلام آنایتا، خوش آمده به دیدبان و خسته نباشی از یه هفته بدو بدو. مرسی. در مورد ویژه برنامه های صدزن واکنش ها زیاد بود. خب خیلی ها تشکر کردن، خیلی ها تعریف کردن، خیلی ها گفتن، خیلی چیزا یاد گرفتن اینجا، ولی ما در دیدبان میریم سراغ انتقادها و سوال‌هایی که شده. حسن توی اینستاگرام اگه شما نکنم پرسیده بود که چرا همش در مورد زنها صحبت میکنید بدون اینکه مردها رو در نظر بگیرید؟ مثلا چرا نرفتین سراغ مردهایی که به خاطر مهریه الان توی زندان هستن؟ اسم این فصل هست صد زن و قراره راجع به مسائل زنان حرف بزنیم. اتفاقا به مردها هم اشاره، مردها هم اشاره کردیم و گفتیم که خوبه و باید که مردها در کنار زنها باشن و برای حق و حقوق زنها هم بجنگن. اما مسئله مهریه یادم هست که خودتو بارها راجع به این مسئله گزارش خبری درست کردی و 100% توی جاهای مختلف گزارش‌های خبریمون بهش پرداختیم، ولی در این یک مورد توی فصل صد زن جاش نبود که بهش بپردازیم. سجاد پرسیده که چرا فقط بدیهای ایران و مشکلات زنا و چیزایی که بار منفی داره رو میبینیم؟ اگه یک بار دیگه نگاه کنیم، مثلا ما رحم جایگزین داشتیم و از خلاهای قانونیش گفتیم و رحم جایگزین یک مورد، یک مسئله، یک بحث جدید در تمام دنیا و همه کشورها، بیشتر کشورها خلاهای قانونی دارن که ما راجع به خلاهای قانونیش در ایران صحبت کردیم، ولی در مورد کارآفرینی زنان در سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم و گفتیم که این چقدر این زنان قدرتمند دارن میشن و میتونن کار بکنن. از زنان معمار به نام ایرانی صحبت کردیم، بنابراین فقط از بدیان گفتیم، از اینکه زنها دارن قدرتمند میشن هم خیلی صحبت کردیم تو این سری. از تجربه موفقیت زنها هم ما هر شب یک برنامه‌ای داشتیم که در کمتر از 2 دقیقه زنان موفق از خودشون میگفتن. اتفاقا که بیشتر میخواستیم بگیم که زنان دارن در راه موفقیت قدم برمیدارن و چقدر هم موفقن. البته راه پر دار، چی میگن، فراز و نشیبی جلوه، فراز و نشیبیه ولی دارن قدم میذارن توش. حمید رضا گفته که به نظرم یه سری انتخاب ها عجیب و غریب بوده و میشد آدم های خیلی مناسب تری رو انتخاب کرد. معیار شما برای انتخاب و دعوت مهمون ها چی بوده؟ ببین مریم، ما 5 شب برنامه داریم، سعی کردیم در هر شب 2 تا مهمون دعوت بکنیم که از جوانب مختلف مسئله نگاه بکنیم و مسئله اینه که وقتی شما میخواین 5 شب مختلف، 5 شب
پشت سر هم مهمونای مختلف داشته باشین و سعی میکنین مهمونایی رو بیارین که کمتر اومدن توی تلویزیون و کمتر دیده شدن، خیلی کار آسونی نیست. و من واقعا از همه میخوام که اگر که کسی رو میشناسن که راجع به مسائل زنان میدونه و آگاهی داره، حتما به ما معرفی بکنن که ما بتونیم توی به عنوان مهمانانمون ازشون استفاده بکنیم. ولی دست و بال ما واقعا بسته است برای انتخاب مهمون. ولی واقعا سعی کردیم کسانی رو بیاریم که تو برنامه‌های گذشته نبودن و مهمانای جدیدی بودن. یه چیز دیگه هم که سوال شده بود چند جا در مورد اینکه چرا به مسائل ترنس ها و زنان همجنسگرا پرداخته نشده. خیلی هم سوال جالبیه اتفاقا، و میخوام بگم که ما دسترسی به این افراد مخصوصا کسانی که داخل ایران هستن نداریم و بارها و بارها خواستیم که اونها با ما تماس بگیرن، برای اینکه میدونیم واقعا توی لایه‌های جامعه اینها گم هستن و ما هم به این اعتقاد داریم و باور داریم و از اونها میخوایم که با ما تماس بگیرن، برای اینکه خیلی راحت خودشون هم جلوی دوربین نمیان و صحبت نمی‌کنن. و واقعا من همینجا میخوام که اگر که حاضرن که با ما صحبت بکنن، حتی گمنام، برای سال آینده حتما با ما تماس بگیرن که ما برنامه راجع به اونها هم حتما داشته باشیم. خیلی ممنون آنایتا شمس، تهیه کننده برنامه صد زن. مرسی از شما. خب آقای بهنوت، بریم سراغ برگزیده ها. اولین برگزیده، من فقط تیترش رو دارم، گل‌های غربت مال چلچراغ. چلچراغ، بله، هفته‌نامه چلچراغ که هنوز خود مجله هم دست ما نرسیده، ولی جالبه که چه تیتر قشنگی هم، گلهای غربت. اولا نازک شدن به این ماجرا و بهش استادن و مطرح کردن، بعد سپید خانم خواننده خوش صدا رو در اولین بحث مطرح کردن برای نشون دادن گلهای غربت، خیلی هم مقدمه خوبی است هم که خبر بده. این عکسی که دارید میبینید مال اولین باری است که خانم رئیس سادات احتمالاً رفتن نشوندن در تالار رودکی با مشکاتیان، و خب مشکاتیان هم با ایشون همخوانی کرد به خاطر اینکه در اون موقع نمیشد، یعنی شاید الان هم نمیشه، و در نتیجه ایشون که اون موقع 20 سالش هم بیشتر نبود برنامه اجرا کرد و خیلی اتفاق مهمی افتاد. ما هممون در سالن بودیم و شاهد بودیم که چه اتفاق میمون و مبارکی بود، و بعد مصاحبه کرده است. خیلی خوب آقای مؤمنی نوشته این گزارش رو، مصاحبه کرده با خود خانم سفید خانم، و این از اون جهت مهمه که ایشون خیلی میلی به مصاحبه و این حرفا معمولا نشون نمیده از خودش، ولی اینجای مصاحبه صورت گرفته که هم درباره گذشت و اینا حرفای خیلی عالمانه هم زده شده. تیتر قشنگی هم داره، سرگشته چون گردون شده. بله. خب بریم بعدی، هتاو. بله، هتاو خیلی نشریه خوبیه، برای همین تو برگزیده جاش هستش و نه همراه بقیه. این شماره دوم این مجله است. این مجله اسمش هتاو، هتاو به کردی یعنی آفتاب، و به سه زبون منتشر میشه. نشه در کردستان در میاد؟ بله، در سقز جافو منتشر میشه اگه اشتباه نکنم. بله، عرض کنم که نشریه فرهنگی هنری است. و خب لاک‌پشت، مال بچه هاست این دفعه، لاک‌پشت میگه که هتاو این همه رنگ رو از کجا آوردی؟ هتاو رو خطاب به آفتاب میگه. هتاو میگه مگه خبر نداری پاییزه، پاییز پر از رنگه، نمیخوای با رنگ ها بری سفر؟ لاک‌پشت میگه سفر؟ من عاشق سفر پاییزی هم، سفر به کجا؟ تو این سفر قرار چی ببینم؟ مسیرم از کدام سمته؟ و تو شروع میکنه مسیر رو توضیح دادن و بعد این بحث قصه ها رو ادامه دادن با این طرح‌های زیبای کودکانه، و همینطور لاک‌پشت رو همینطور که می‌بینید راهنمایی کردن و آوردن. بعد اینجا دارید می‌بینید که به زبان انگلیسی طرح‌های قشنگی ازش استفاده کرده، و این به نظرم اتفاق میمون مبارکی است که امیدوارم باقی بمونه. اینم که در سقز منتشر میشه خودش خبر خوبی است. خب بریم سراغ مجلات. اولیش مجله شیوه هست که واقعا یکی از مجلات خیلی عالی و درجه یک داره. در بله، چندین و چند ویژه نامه داشت از آقای داریش شایگان، از اورهان پاموک، و نکته چیزی جالبی که داشت ویکتور داش، خود ویکتور داش که اینم بله، یه نکته که برام خیلی جالب بود، نمایشنامه نویس انگلیسی به نام کریل چرچیل بود
که من فقط میدونستم خب یه نمایشنامه نویسی هستم، واقعا اطلاعات خیلی عالی، بله، و مثلا یه معرفی خیلی کامل و دقیق. مجله خانه هنرمندان ایران برای اطلاع، چون به نظرم میرسه مجله خیلی خوبیه، خیلی از نظر انتخاب مطالب. اینجا یه هنر منحت، هنر منحت به دو معنی است، یک به خاطر اینکه درباره هنر آلمان نازی میگه. هیتلر موقعی که میخواست شروع کنه و در مقابل هنرهایی که توش بچه هنر مدرن و در واقع هنر منحت هم میده، یک نمایشگاهی برای به عنوان هنر منحت برگزار کرد. عکساشو اینا رو میبینین. بنابراین هیتلر به هنگام گردام همایی حزب نازی در نورنبرگ علیه هنر منحت سخنرانی کرد، گفت معمولیتشونی که آدم ها رو زشت نشون بده اینا، که بعد نمونه های معروفش رو اینجا آورده، تاریخ غم‌انگیز اون دوران و زمانی که هیتلر کیوریتر بود. یه مقاله است که سارا هلالی ترجمه کرده، که این هم مقاله به همونطور که شما گفتید و از همه به نظرم ایرانی تر اونجاییست که خود ویکتور مجسمه ساز رو به ما معرفی میکنه، آدم بسیار کم صدا و کم حاشیه‌ای، که حق آن است که بگیم که مجله درست بود که بیاد معرفیش بکنه، که این نسلایی که باید منتظر بونن تا آدم ها سر صدا داشته باشن و تا دربارشون حرف و گفتگو بشه، به حال مجله مجله خیلی خوبیست. خب بریم مجله بعدی، ایران فردا. اینا فردا رو دارید میبینید، ایران فردا به صلاح انتشارش مرتب شده است و حضور آقای کیوان صمیمی خیلی مؤثر شده. همین اول سردبیر یک مقاله‌ای نوشته است و در اون مقاله بی‌ثباتی، ناپایداری، عقب ماندگی، معتقد است که حاکمان هر کشوری هم آرزو دارن نظام سیاسیشون پایدار و جاودانه بمونه، به همین جهت بی‌ثباتی و ناپایداری مطلوبی زمامداری نیست، بلکه برعکس جزو اهدافشونه. اما می‌بینیم که این بی‌ثباتی عموماً نشانه ناکارآمدی سیاسی نهادهای مستقر هست. تاریخ بشر به همین جهت پر است از اعتراض‌ها و شورش‌ها علیه زمامداران. پس بنابراین شروع می‌کنه یک بحثی رو که اساسش بر این هستش که به هر حال از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم بی‌ثباتی سیاسی وضعیتی است که الان نظام سیاسی ایران رو به چالش کشیده. اینو داشته باشیم. امیر طیرانی یک گزارش درست کرده است که گزارش فوق‌العاده‌ای است از خانم پروین بختیاری نژاد که فوت شدن ماه گذشته، و گزارش یک زندگی خیلی خوب نوشته، خیلی خوب نوشته شده با همه کوتاهی که داریم می‌بینیم. آخرش هم اینجا تمام می‌کنه که به یادش میاره که در این 11 ماهی که از فرانسه رفته بود در کشور و تمام مدتم بیمار بود، چند بار احضار شد، چقدر سوالا رو باید جواب میداد. روز پیش از مرگش دادگاه او رو به 6 سال زندان محکوم کرد، 5 سال برای اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، 1 سال برای تبلیغ علیه نظام. اما او هیچ فرصت گیر نیاوردش که اون برگه رو امضا کنه و رسید بگه، و نوشته آقای طیرانی حکم پرواز رهاییش از جای دیگه ای صادر شده بود. بریم بعدی، جهان کتاب رو ببینیم. خب جهان کتاب خصوص این هفته که 2-3 ماهی در اومده است، یعنی سه ماه نامه شده است به دلیل متعدد و ذره برگش بیشتر است و اینها، بنابراین همون حرف همیشگی خودمون است که وقتی که با بر بال بادها نوشته آقای دوایی شروع میکنه مثل همیشه و اینقدر شیرینه که من واقعا رغبت نمیکنم شروع کنم، به خاطر اینکه اگه شروع کنم این 3 صفحه رو نمیتونم برای شما بخونم و اون وقت باید زخمیش بکنم و نمیدونم بعد چجوری خودم باید نگه دارم بعدش. خب بیننده های ما خودشون برن بخونن، چیز بخونن بعد مطلب شیرین و قشنگی نگذاریم. از چاق و لاغر کتاب نوشته آقای احمد و خوبت یه جمله نقل میکنه، اول زندگی کوتاه است هنر بلند، و یادم میاره که این جمله مال بقراته، همون پزشک معروف یونانی. خب بریم کارتون آخر از فیروز مظفری رو ببینیم که اون هم اشاره داره به خشونت علیه زنان. بله، میگه که این خشونت علیه زنان که صحبتش میشه بخش عمده ایش هم لفظی زبانیه، الزاما نباید سیلی بزنیم که. بله، وقتی به دختری جوانی یک نرغولی اون بالا متلک میگه تعرض میکنه، اون بچه رو هم میبینید کشیده است به اون حالت، اینم تعرضه، اینم خشونته.
اصلا خشونت چی میگن پایه ها و لول ها و پله های مختلف داره، از کلامی، فیزیکی و حتی بعضی وقتا نه کلام نه فیزیکه، ولی خیلی چیزها میتونه باشه که خشونت محسوب بشه. خدا نصیب نکنه. خب شما نکته آخر رو هم بخونید. ببینید ما یه چیزی رو کم داریم در این هفته ببخشید، و اون هم مسئله مرگ طنزنویس دیگه است. در هفته گذشته راجع به درگذشت علیرضای رضایی صحبت کردیم، حق این بود که حرف بزنیم، گرچه روزنامه های تهران به اندازه به او نپرداختن، به عنوان یک طنزنویس خارج از کشوری دیدنش، ولی به نظرم میرسه که حق نبود که در مورد آقای ابوالفضل ضروری نصرآباد که اتفاقا همسن و سال علیرضا هم تقریبا بودند، اینا هر دو هم یک نسلن، 44 سالشون بوده ایشون، با وجود اینکه وقتی اون موهای سفید رو میبینی آدم تصور میکنه که بیشتر بوده سنشون. یکی از کارهای خیلی مهمی که میکرد در مجله گل‌آقا، یه ستون ثابتی داشت که در اون تذکرت المقامات اسمش بود، که بعداً یادتون باشه نبوی همین کار رو ادامه داد و همین کتابش کرده. این دفعه این رو همون سالهای 70 اوایل دهه 70 رو آقای ولایتی نوشته بود، فکر کردم بد نیست نوشته خودش رو به یاد بیاریم، که شروع میشه با ذکر شیخ علی اکبر ولایتی حفظ الله، آن نور چشم اهل نظر، آن دوستدار سیر و سفر، آن پدرخوانده مردمان سودانی، آن الله پناهندگان، الله پناهندگان افغانی، آن مظهر تدبیر و با کفایتی، خضر الوزرا علی اکبر ولایتی از یاران شفیق و از ثابتان طریق بود، گویند پیوسته تیه طریق کردی، از ولایتی به ولایت دیگر رفتی و به هر جا که رفتی فرمودی خوب جاییست این ولایت، و به این ترتیب ولایتیش خواندند. بله، شروع یک تیس راجع به آقای ولایتی. خیلی عمالی که یادی از آقای ضروری نصرآباد کردیم. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید برامون بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما یا به آدرس توییتر بی بی سی دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.